أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك، حافظ دينك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که قرآن می فرماید روزه بگیرین شاید با تقوا شوید، تقوایی که قرآن ناطق فرمود مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین، الا فسونوها و تسونو بها، خودتان را با تقوا از هر ضرر و خطر و آسیب حفاظت کنید. امید است در همه لحظات عمرمان به این وصیت پروردگار انبیا و اولیای الهی توجه کامل داشته باشیم و نصف العیب نمان قرار بدهیم. خطبه اول بحث کوتاهی درباره ماه مبارک رمضان در ادامه صحبت خطبه هفته قبل در محضر شما مهمانان خداوند خواهم داشت. خطبه دوم، میدانین دیروز نیمه ماه مبارک رمضان میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود. مقدار درباره شخصیت آقا مطالب داریم. 17 ماه رمضان فردا مصادف است با روز معراج پیامبر بزرگوار اسلام در سال 5 بعد از بعثت از مکه به بیت المقدس، و در عالم خاصی که معراج داشت. انشالله نکات را پیرامون این قضیه عرض میکنم. در ادامه بحث معراج، بحث زنده مسجد اقصا و مسئله فلسطین از موضوعات است که باید به اون هم اشاره کنم. مطالب دیگری که شاید فرصت اگر ایجاب کرد در بحث مسائل اجتماعی با اونها هم خواهیم پرداخت. مسئله ای را در
هفته گذشته عرض کردم خداوند در قرآن می فرماید ماه رمضان ماهی است که قرآن در او نازل شده. از پیامبر روایت داریم ماه رمضان شما به مهمانی خداوند دعوت شدین. نکته ای را که بیشتر مکث کردیم این بود که چگونه مهمانی است. ما معمولا در مهمانی ها امکانات زیادتری در اختیارمان هست، از خانه خودمان به خانه دیگری می رویم، به یک فضای جدید می رویم، اما در ماه رمضان در خانه خودمان هستیم. بیشتر ساعات مخصوصا از قبل از طلوع فجر تا دخول مغرب از خوردن و آشامیدن من ایم. عرض شد که انسان دو بُعد دارد، بُعد حیوانی و بُعد روحانی. اون ضیافت های معمولی پذیرایی از جسم ماست. ماه مبارک رمضان پذیرایی از روح ماست. با نخوردن، با امساک کردن، با کنترل کردن زبانمان، چشممان، حتی فکرمان به درجات می رسیم که جز با روزه به اونها نخواهیم رسید. اساساً این مهمانی ویژه است، پذیرایش ویژه است، میزبان ویژه است. تمام این تشریفات در خانه های خود ما صورت می گیرد. سحرهای ما با سحرهای طول سال باید متفاوت باشه. برخوردمان، صحبتمان، ارتباطمان با خانواده، با جامعه، با مردم در ماه مبارک رمضان کاملا باید متفاوت باشه. ما در یک مهمانی ویژه هستیم. وقتم کم است. ما اینجا مهمانی داریم که اسمش رمضان است. در این عالم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، در عالم غیب که نتیجه ماه رمضان است غرفه های بهشتی است. خدا فرمود روزه مال من است و من اجر روزه دار هستم، الصوم لي و انا اجزا به. اینجا عالم شهود است. اون عالم غیب را باید از این عالم شهود به دست بیاوریم. با این روزه، با این تشنگی باید به چشمه سلسبیل برسیم. پس مهمانی ویژه است، مهمانی استثنایی است. من بهتر است از بیان پیامبر و از بیان قرآن، یا به تعبیر بهتر از بیان معصوم که آمیخته است و برگرفته است از بیان قرآن استفاده کنم. میدانم عزیزان قرآنی که در ماه رمضان بیشتر وجودشان مقتنم است در جلسه من حضور دارند و همه من در ماه رمضان باید توجهی به قرآن بیشتر داشته باشیم. همون گونه که خطیب بزرگوار قبل از نماز جمعه اشارات داشتن، خواندن یک آیه در ماه مبارک رمضان مثل خواندن یک قرآن است در سایر ماها. لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. یکی از مفاهیمی که در قرآن هست مفهوم دوازده ماه است. میدونین چشمه هایی را که حضرت موسی برای پیروانش با زدن عصا پدید آورد 12 چشمه بود. نقبای بنی اسرائیل هم 12 تا بودن. این یکی از کلید فهمای قرآن است. یکی از بیانات قرآن این است که ماها 12 تاست. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. سوره مبارکه توبه یا براءت، نهمین سوره قرآن، آیه 36 این
موضوع را دنبال میکنه که ماها 12 تاست. منها 4 حرم، 4 تایی از این ماها ماهای حرام است. همه تان میدانید ماه رجب که فاصله بین رمضان و رجب ماه شعبان است، فضائل ویژه دارش، حتما استفاده کردین. 3 ماه دیگه ماهای حرام پی هم است. فرمود 4 ماهی از این ماها ماهای حرام است. ذالک الدین القیم، ان الدین عند الله الاسلام، اون دین استوار که چی ما بپذیریم چه نپذیریم، چه دنیا بپذیرد انسان ها بپذیرد و نپذیرد، این دین استوار است. و انشالله هممان به این نکته توجه داشته باشیم، با ظهور آخرین ذخیره الهی همه نقاط عالم، همه دژها باز میشه و همه اندیشه ها میپذیرد اسلام را. ذالک الدین القیم. بعد برنامه های این دین را تشریح میکنه که من نمیتوانم به اونها بپردازم. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در ماهای حرام به هم دیگه ظلم نکنین. یکی از کلمات وجود نازنین رسول الله که در منابع اسلامی آمده، فرمودن ماه رمضان آقای ماهاست. شهر رمضان سید الشهور. این 12 ماهی که در قرآن من خیلی کوتاه عرض کردم آمده، فرمود آقا و بزرگ این ماها ماه رمضان است. خب همه ما به قیامت باور داریم، به حمدالله روزی است که 50,000 سال به تعبیر قرآن طولشه، یوم من کان مقداره 50,000 سنه، روزی است که آدم از همسر و فرزند و برادر و طفلش میگریزه، روزی که مادر طفلشه رها میکنه و به فراموشی میسپارد. در اون روز میدونین وقت عروسه به خانه شوهر میارن، مصطلح است میگن زفافه، چون عروس با تشریفات میارن خانه شوهر. امام هشتم علی ابن موسی عالم دودمان پیامبر فرمود اذا کان یوم القیامه، روز قیامت که میرسه، زفت الشهور الی الحشر، ماها رو میارن با تشریفات به صحنه محشر، زفت الشهور الی الحشر، ماها رو میارن، یقدمها شهر رمضان. این 12 ماهی که من از قرآن آدرسش عرض کردم، پیشا پیش این ماها ماه رمضان است. یقدمها شهر رمضان. دیدین گاهی در یک مهمانی، در همون عروسی هم دقت کنید، اون شاه جلوتر از همه است، همه در افتخار او به احترام او آمدن. پیامبر فرمود که ماه رمضان پیشا پیش ماه هاست. خیلی عبارت روایت جالب است، علیه من کل زینت حسنه، هر زیبایی را که شما تصور کنین در ماه رمضان به کار برده شده. من بعض وقتا این روایات میخوانم یه خلاصه انرژی ویژه میگیرم. پیامبر فرمود اگر زیبایی به شکل انسان بود، اون انسان فاطمه بود. منتها وقتی امام حسن معرفی میکنه میفرماید اگر عقل به شکل مردی بود، اون مرد امام حسن بود. اما وقتی آقا امام زمان معرفی میکنه میفرماید المهدی، مهدی طاووس و اهل الجنه، مهدی طاووس بهشتیان است. در اینجا هم میفرماید که ماه رمضان هر زیبایی را که شما فکر میکنین درش دیده میشه. علیه من کل زینت حسنه فهو بین الشهور یومئذ کالقمر بین الکواکب. شب وقتی ماه میتابه، شبهایی که ماه هست، نه آغاز ماه و آخر ماه، و
بعد شما ما را در کنار ستاره ها یا ستاره ها را در کنار ما مقایسه کنین، ما چقدر درخشندگی داره نسبت به ستاره ها. فرمود ماه رمضان در مقابل 11 ماه مثل قمر است در مقابل ستارگان. مردم محشر از لحظه ای که انسان به دنیا آمده تا لحظه پایان عمر عالم همه در صحرای محشر جمعند، در اون اجتماع بزرگ. یقول اهل الجمع بعضهم لبعضین، مردم محشر با هم دیگه صحبت میکنن، وددنا لو عرفنا هذه الصور، چقدر دوست داشتیم این صورت ها رو میشناختیم. این صورت ها کیست؟ منادی حق ندا میدهد یا معشر الخلائق، مردم هذه الصور از شهور، این صورت های ما هاست. التي عدتها عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، همین آیه ای که از سوره مبارکه توبه خوندم. سیدها و افضلها شهر رمضان، بالاترینش ماه رمضان است. تا اینجا معرفی رمضان. حالا چرا خداوند ماه را میاره؟ ماه رمضان اینطوری میاره، میفرماید ابرزتها، من ماه رمضان اینطوری ظاهر کردم، بروز دادم، اینطوری به نمایش گذاشتم. چرا؟ تا مردم بفهمن ماه رمضان چیه، برتری رمضان بشناسن نسبت به سایر ماها. بعد رمضان برای روزداران شفاعت کنه و من خدا شفاعت رمضان را برای روزداران بپذیرم. چی مهمانی است؟ گرسنگی، کنترل چشم، زبان، اون نیروهای اهریمنی که در وجود ما لحظه به لحظه بر ما فشار وارد میکنه که از مسیر راست و مستقیم بیرون شویم، اینها را کنترل کنیم، نتیجهش اونجا ظاهر میشود. این یک بخشی از مهمانی ماه رمضان. بخش دیگر که بسیار مهم است و با خودم فکر کردم که الان اگر عرض نکنم شاید به حق دوستان و مهمانان مراسم نماز جمعه کوتاهی شده باشد. امشب شب 18 ماه مبارک رمضان است، 17 ماه مبارک رمضان است، 16 ماه رمضان امروز داره کم کم بخشش به پایان میرسد. اینا را اگر نگیم فرصت ها از دست میره. در کنار مهمانی های ماه رمضان یک بحث مهم این مهمانی این دعاهایی است که ما باید بخوانیم در کنار قرآن. یقینا قرآن، اما یقین داشته باشیم دعا قرآن ساعد است. انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن را در شب قدر نازل کردند، اما دعا انسان آسمانی میکنه. بخشی از قرآن دعاست، همه قرآن دعا نیست. الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، بعض آیات از بعض دیگرش برتر است، بعض آیات دعاست. در کنار آیات دعا هم بخوانیم. دعا اسلحه مؤمنه، دعا اسلحه انبیاست. من یک دعایی را از عزیزان مدیونم، اگر این دعا را معرفی نکنم، میدونم بخش عظیمی از دوستانم با این دعا آشنا است. خب وظیفه من همین است، با این همه ارادتی که شما به نماز جمعه و به این برنامه عزت و عظمت اسلام دارین، منم احساس وظیفه میکنم به اینا بپردازم. دعا زیاد است، الحمدلله دعاهای معصوری که از ائمه معصومین از پیامبر برای ما نقل شده، دعایی است که شخصی به نام ایوب ابن یقتین
یک علی ابن یقطین داریم، یک ایوب ابن یقطین یک نامه نوشت به امام رضا. میدونیم امام رضا سال 200 هجری به اجبار از مدینه به خراسان آورده شد، 3 سال در خراسان بود به اجبار و همونجا به شهادت رسید. معروف است به عالم دودمان رسول الله. حضرت از طرف کسی سوال شد به نام ایوب ابن یقطین، نامه نوشت به حضرت، گفت آقا من یک سوال از محضر شما دارم. خدا هم در قرآن می‌فرماید از آگاهان بپرسید، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در اون نامه نوشته بود آقا آیا این دعا دعای سحر ماه رمضان هست یا نه؟ خب طبعا ما و شما بخشی از ساعات من را در سحر مشغول تهجدیم، مشغول عبادتیم، مشغول نمازیم، نافلهیم، اما دعاهایی که در سحرها وارد شده انرژی ویژه به انسان میده. از حضرت سوال کرد آیا این دعاها دعاهایی است که از امام صادر شده؟ چون دعای سحری که الان برای دوستان میخوانم یا معرفی میکنم دعایی است که در سحرها امام باقر میخوان. امام باقر کسی است که پیغمبر فرمود سلام مرا به جناب جابر ابن عبدالله انصاری، یکی از صحابی کرامشان، همون شخصیتی که بنیانگذار زیارت عاشوراست، زیارت اربعین است، زیارت قبر آقای امام حسین، همون کسی که در زمانی که پیغمبر دور مدینه را به اصطلاح خندق میزد احساس گرسنگی و فشار گرسنگی پیغمبر رو حس کرد، آمد به همسرش گفت که پیامبر رو دعوت کنیم، برای 7-8 نفر غذا درست کردم، بالای 3000 نفر آمدن با دستای پیغمبر در خانه جناب جابر پذیرایی شدن. جابر شخصیت بزرگی است، حدیث کسا از یادگارهای جابره. جابر از طرف پیامبر مأمور شد که تو یکی از فرزندان مرا میبینی، او شکافنده علم است، سلام مرا به او برسان. بعد هم رسان، بعد از حادثه کربلا، امام باقر در کربلا 4 ساله بود. خلاصه یکی از یادگارهای امام باقر دعای سحری است که این ایوب ابن یقطین از امام رضا سوال کرد آقا آیا این دعا دعای جد شما امام باقر هست یا نه؟ حضرت رضا فرمود قال ابو جعفر، فرمود بله پدرم امام کاظم به من فرمود که این دعا دعای امام باقر در سحرهای ماه رمضان است. بعد فرمود جد ما امام باقر فرمود، این تکش دقت کنین بقیهش بمانه، لو یعلم الناس فی ازم من ازم هذه المسائل، اگر مردم میفهمیدن در این طلبها، در این دعاها، در این سوالها، حالا دقت کنین این دعا همش سوال از خداست، فرمود اگر مردم میفهمیدن در این طلبهای از خدا و سرعت اجابته لصاحبها و سرعت قبول شدن این طلبها از خداوند چی چیزهای نهفته است، لقتتلوا علی ولو بالسیوف، با شمشیر برای پیشی گرفتن از همدیگه مقابله میکردن، کنایه از این که خیلی دل میدادن برای این دعا. والله یختص برحمته من یشاء، این نکته را دقت کنین، هر کس توفیق خواندن این دعا را پیدا نمی کنه. والله یختص برحمته من یشاء، الحمدلله گهگاهی توفیق خواندن این دعا را داشتم، چه در این رمضان چه در رمضانهای گذشته. من امروز همطوری که این دعا را میخواندم و میخواستم اینجا بخوانم، یعنی معرفی بکنم، با خودم حساب کردم حدود 30-40 مرتبه، شایدم من در شمردن وقتم کم بود، دقت نکرده باشم، یقین دارم 40 مرتبه امام باقر از خدا میطلبه. آقایان ائمه ما بشر بودن، انسان بودن، اونهایی که میگن اینها اراده شان از اراده خدا بالاتر است، اینها امام نشناختن، اینها نماز میخوندن، اینها سجده میکردن،
اینا گریه میکردن، اما بندگان شایسته بودن. مع الاسف ادهی حقیقت را از زبان کسانی که باید بشنون نمیشنون. امام باقر میفرماید لو حلفت لبرزت ان اسم الله الاعظم قد دخل فيها فاذا دعوتم فاجتهدوا في الدعاء. وقتی این دعا را میخوانین بسیار با تلاش بخوانین، جدی بخوانین. به تعبیر دعا دلها صدا بکنه، نه فقط دهانها صدا بکنه. بعد حضرت شروع میکنه اللهم اني اسالك من بهائك بابها، خدایا من از تو می طلبم از جلوه های نورانیت به برترین جلوه اش. گاهی خدا تجلی میکنه، از معصوم داریم خدا در قرآن تجلی کرده، چشم دل میخواد ببینه. همینطور حضرت هی میفرماید اللهم اینی اسألوک، اللهم اینی اسألوک من جلالک به اجله و کل جلالک جلیل، اللهم اینی اسألوک من عظمتک به اعظمها. جالبه، یا 40 مرتبه یا 41 مرتبه. من دعا را همش اینجا با خودم آوردم. آقا از خدا میخواهد و آخرش هم جالبه، میگه وقتی دعا را تمام کردی بعد حاجتت از خدا بخواه. میگه میشه شما سحر ماه رمضان این دعا را بخوانید؟ روایت داریم کسی که 10 مرتبه بگه یا الله دلش صدا بکنه، خدا میفرماد لبیک بنده من چی میگی؟ من از باب تخریب به ذهن میگم گاهی تلفن آدم زن میزنه، وقتم نداری، 2 بار 3 بار دیگه بیش از اون تحمل نمیکنی، 4-5 بار بالاخره بعد مجبور میشه جواب بدی. مگه میشه دل شب آدم 40 مرتبه بگه یا الله؟ خودش مگر نفرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنین من دعاتان قبول میکنم؟ شاید بهترین وسیله پذیرایی در ماه مبارک رمضان دعا باشد که من بیش از این توفیق پیدا نکردم. انشاءالله اگر توفیقی بود در هفته آینده دعای ابو حمزه سمالی را انشاءالله بخشاش انشاءالله اینجا با هم دیگه به انشاءالله گفتگو خواهیم گرفت. خدایا ما را از برکات ماه رمضان بیش از پیش بهرمند بگردان، ما را از مهمانان این ضیافت الهی خدایا کامل محسوب بفرما، فرج امام زمان ما برسان، امنیت همه مسلمین ملت افغانستان کامل تأمین بگردان، دلهامون به نور قرآن به نور ولایت حضرات معصومین بیش از پیش منور بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح. ائمه المؤمنین، بار دیگر خودم